با عرض سلام خدمت بینندگان برنامه نبض، امیدوارم هفته خوب و خوشی رو پشت سر گذاشتید. در برنامه امروز میخواییم در مورد سرماخوردگی چون فصل 60 صحبت بکنیم و داروهایی که میتونین در این رابطه مصرف بکنین. سرماخوردگی یا همون common cold به انگلیسی بیماری واگیرداری هستش که مربوط به دستگاه تنفسی هستش. معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه، سردرد شروع میشه و علائمش هم میتونه سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، تب باشه و معمولا بستگی به قوت بدن داره، بین 7 تا 10 روز هم معمولا طول میکشه، ادامه داره تا برطرف بشه. بیش از 209 ویروس عامل سرماخوردگی وجود داره که این ویروس های سرماخوردگی میتونن از طریق عطسه، سرفه، تماس با افراد یا اشیایی که آلوده هستن قابل انتقال پیدا کنن و به بدن انتقال پیدا کنن. یک نکته جالب اینجا بگم که بعضی معتقدن که کلا این قرار گرفتن جلوی سرما یا توی محیط سردی قرار گرفتن این باعث سرماخوردگی میشه، ولی جالب اینجایی که این اصلا اینجوری نیستش. این عامل رو خیلی از پزشکا رد کردن و کلا همین اسم سرماخوردگی هم از همین طریق به وجود اومدش. در سرماخوردگی معمولا بینی یا سینوس ها یا همون سینوزیت ها، گلو یا حتی چشما دچار عفونت میشن و معمولا دستگاه ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار میدن. سرماخوردگی و ویروس آنفلانزا با هم فرق میکنه و تشخیص این دو بیماری از هم بسیار مشکل یا حتی بعضی از اوقات غیر قابل ممکن هستش. حالا در برنامه‌های بعدی میریم و در مورد این کلا مریضی آنفلانزا هم صحبت میکنیم و معرفی بهتون میکنیم بعضی از این داروهایی که میتونی استفاده بکنی. اولین دارویی که میخوام بهتون امروز معرفی بکنم که میتونیم بدون نسخه پزشک یا همون OTC بگیرین، دارویی به نام DMCOF هستش که نوعی مختلفی داره و یعنی کلا با کمپانی‌ها و اسمای مختلفی وارد بازار شده. اونی که تو کانادا وجود داره و over the counter میتونیم بدون نسخه پزشک بگیرین به نام روبوتاسم DM هستش یا بنالین هستش، که البته این دو دارو کلن دارو عنصر شبیه به هم دارن که عنصرشون به نام دکسترومتوفن هستش که برای سرفه هستش و سرفه‌ای که در رابطه با کلن همین سرماخوردگی هستش رو کمک میکنه و به این میبره. برای بچه های زیر 6 سال توصیه نمیشه این دارو و معمولا برای بچه های بالای 6 سال هم ببخشید حتما بعد با پزشک مراجعه بکنین یا با دکتر داروساز مراجعه بکنین که بتونین ببینین داروی البته داروی برای بچه های زیر 6 سال تو کانادا وجود نداره برای سرماخوردگی. چیزی هم که باشه over the counter ادویل و تاینول هستش، ولی بیشتر برای تب برای سرماخوردگی وجود نداره. حتما بعد با پزشک مراجعه کنین، حتما بعد با داروساز صحبت بکنین که یه داروهایی هستن که تقریبا میشه گفت گیاهی هستن، میتونن برای بچه های زیر 6 سال توصیه بکنن. داروی بعدی که میخوام در موردشون صحبت بکنم داروی به نام ادویل کولد اند ساینس هستش که این دارو دو عنصر اصلی داره که اولی آیبوپروفن هستش و همون ادویل هستش برای تب و برای درد بدن و کلن به این میبره و دومی هم سودروفندرین هستش که برای کیپ شدن یا از کیپ شدن بینی و سینوزیت جلوگیری میکنه، برای برطرف کردنش کلن به کار میره. این دارو ادعا میکنه که سردرد و گلودرد و درد بدن رو هنگام سرماخوردگی از بین میبره و معمولا دوستش هم هستش اینه که افراد یعنی برای افراد بالای 12 سال میتونن 2 تا کپسول هر 4 یا 6 ساعت استفاده کنن و بیشتر از 6 تا در 24 ساعت نباید استفاده بشه. این دارو البته برای عزیزانی که فشار خون بالا دارن توصیه نمیشه و برای کسانی که آلرژی به آسپرین دارن توصیه نمیشه. برای عزیزانی که کیپی بینی دارن و هم مثل داروهایی مثل همین ادویل که بهتون گفتم نمیتونن استفاده کنن و میخوان این سینوزیتا رو باز بکنن، کیپی بینی رو به این ببرن هنگام سرماخوردگی، اسپری های زیادی هستش بدون نسخه پزشک که میتونن استفاده بکنن، با داروساز صحبت بکنن. چند تاشون رو واسهتون نام میبرم امروز.
اولی نتیپات هست که یه نوع تقریبا میشه گفت به صورت پودر مانند میادش، برای شستشو دماغ هستش. این دارو یعنی این نوع دارو در به صورت کیسه‌های پودری هستش که با آب جوش میتونین مخلوط بکنین و استفاده بکنین و یه قوریای پلاستیکی باهاش میاد، آبی رنگ معمولا، و میتونین برای شستشو دماغ یا بینی استفاده بکنین و کمک میکنه. داروی بعدی یا اسپری بعدی که میتونین استفاده کنین و برای بچه ها میتونین، یعنی این کمپانی برای بچه ها این اسپری رو ساخته، کمپانی هستش به نام هایدروسنس که معمولا توصیه میشه برای بزرگسالان، ولی همونجور که گفتم برای بچه ها هم تو بازار هستش. برای یه نوع دستگاهی هستش که برای بچه ها میادش تو جعبه هاشون که میتونن اگه بچه های اتاق فرمان دارن بتونن نشون بدن. نوع دستگاه برای بچه ها که نمیتونن کلن خیلی کوچیک هستن و نمیتونن به قول معروف دماغو فین بکنن، به قول معروف میگن، این دستگاه رو چند قطره از اون دارو هایدروسنس رو میتونین تو دماغ بینی بچه بذارین و با این دستگاه میتونین کمک بکنین و این کیپی دماغ ابین میره. برای بزرگسالا معمولا 6 یا 4 یا 6 بار در روز میتونین استفاده کنین و برای بچه‌ها همین دستگاه هستش که می‌بینین میتونین استفاده بکنین، البته بازم با توصیه پزشک و داروساز. نوع بعدی اسپری که البته این اسپری همونجوری که گفتم ببخشید همونجوری که بهتون توصیه کردم برای افرادی هستش که سرماخوردگی دارن ولی نمیتونن از اون دارویی که برای فشار خون هستش استفاده بکنن، میتونن از این دارو استفاده کنن یا از این اسپری استفاده کنن که خیلی کمک میکنه بهشون. داروی بعدی که میتونم میخوام براتون معرفی بکنم امروز داروی به نام نیوسیترین هستش که به صورت پودر مانند وارد بازار شدش و با آب داغ اینو حل میکنیم و مثل به صورت یه چای مانند میتونیم بنوشین برای گلودرد و سردرد و سینوزیت و آبریزش و بینی و سرفه خوب هستش. مثل داروهایی که مصرف میکنین یه دونه از بسته ها رو که به صورت همون پودری هستش رو با آب یا یعنی با آب جوش یا یه لیوان آب جوش یا 225 میلی لیتر آب جوش حل بکنین و بین 4 تا 6 ساعت هر 4 یا 6 ساعت ببخشید میتونین استفاده بکنین. بیشتر از 4 تا لیوان میگن نباید در طول روز استفاده بکنین به خاطر اینکه این نوع دارو میشه گفت دارو هستش، با اینکه به صورت چای مانند هستش توش دارو داره، مثل آسمینوفن 650 که همون تاینول هستش و یه آنتی هیستامین توش داره که همونجور که گفتم بیشتر از معمولا 4 لیوان در روز توصیه نمیشه که بتونی استفاده کنی. و برای بچه های بالای 12 سال هم میتونن استفاده کنن و توصیه میشن. مدتی بودیم با دارو در بازار نبودش، خیلی از ازام میوبدن و میخورد ناراحت میشن چون دارو معروف و خوبی بودش. بعضی اوقات این کمپانی ها این داروها رو میگیرن و باز یعنی نمیذارن بیاد بیرون، باز دوباره یه مدتی میگیرن یا میخوان خود دارو رو بازار عوض بکنن، عنصرهای داخل دارو رو میخوان عوض بکنن یا جعبه رو میخوان عوض بکنن، یه مدتی میگیرن بازار برمیگردونن به بازار. البته پارسال همونجوری که گفتم کمبود زیادی بودش با این دارو، ولی امسال خدا رو شکر برگشته و یه نوعی هستش برای شب که خواب‌آور هستش و یه اکسترا استرنگث یعنی قوی‌تری هم وارد بازار کردن. ویتامین های زیادی هستش که میتونین مصرف بکنین در کلن زمان سرماخوردگی، حالا یا قبل از سرماخوردگی خیلی بهتره بتونین استفاده بکنین، البته بعد از یعنی زمانی که سرما هم خوردین هم استفاده بکنین مشکلی نیستش و کمک میکنه، بهتون انرژی میده. ویتامین های مثل ویتامین C و ویتامین B انرژی لازم رو بهتون میده، انرژی رو کلن میبره بالا. چند تاشو میتونم نام ببرم براتون، مثل ریداکسین که هم ویتامین C هستش هم ویتامین B هستش و به صورت لیمویی هستش و به صورت پرتقالی هستش. یه داروی دیگه که ویتامین C به بدن میده داروی به نام ایربورن هستش که اینم ویتامین C فراوانی داره و کمک میکنه برای انرژی رو بالا بردن و زمانی که سرما میخوریم. برای گلودرد داروهای زیادی توی بازار هستش،
معمولا این دارو نمیشه گفت به صورت آب نبات مانند هستن که خیلی نوعای مختلفی دارن و برای برطرف گلو درد استفاده میشه. کلن کارشون برطرف نمیشه گفت برطرف میتونه به این ببرن گلو درد، ولی اون ناحیه گلو رو سر میکنن برای مدتی و کمک میکنه به خوب شدن، نمیشه گفتش برطرف میکنه. مثل چند تاشو الان میتونیم ببینین، یه نوعش که خیلی قدیمی هم هستش فیشرمنز فرند میگن، تمای مختلف داره. یه نوع دیگه هالز هستش که خیلی خیلی هم قدیمی هستش، سپکال هستش، ریکولا هستش. اینا نوعای مختلفی هستن که وارد بازار شدن و همونجور که گفتم گلو درد و عبین نمیبره، ولی یه ذره سر میکنه که یه ذره راحت تر بتونیم، حالا سوپی هستش، قرصی هستش، بتونیم استفاده بکنیم. یه داروی دیگه هستش که شاید دکترها بهتون توصیه بکنن اگه سرماخوردگی خیلی دیگه شدید شدش بخواییم برین دکتر، با نسخه پزشک میتونین بگیرین که همون آنتیبیوتیک هستش. البته یه نکته اینجا بگم که آنتیبیوتیک برای ابین بردن باکتری هستش و چون سرماخوردگی ویروس هستش به خود مریضی سرماخوردگی هیچ کمکی نمیکنه. ولی اگه گلو دردی داری، یعنی گلو چرک کرده باشه یا سینه سینه چرک کرده باشه، خب آموکسیسیلین بهتون دکتر تجویز میکنه، یکی از داروهای معروفی که معمولا برای سرماخوردگی میشه گفتش توصیه میکنن که خیلی هم آنتیبیوتیک معروفی هستش، یا در 250 میادش یا در 500 میلی گرمی میاده که معمولا میگن یه دونه سه بار در روز برای 7 تا 10 روز مصرف بکنین که این باکتری یا همون چرک سینه یا گلو از بین بره. سرماخوردگی همونجور که گفتم نمیشه گفتش دارویی تو بازار هستش برای بین بردن سرماخوردگی، برای برطرف کردن این مریضی. بیشتر چیزایی که توصیه میشه، پزشکا بیشتر چیزایی که توصیه میکنه یا حتی داروخونه میان بیشتر چیزایی که یا چیزایی که بهتون میگن دارو سازا، چیزایی هست خونگی هستن. شما میتونی شما بدون حتی مصرف بعضی از داروها بتونین برطرف بکنین سرماخوردگی رو. خیلی چیزا توصیه میشه که مایعات و استراحت بکنی خیلی کمک میکنه. چیزایی مثل همونجور که گفتم ویتامین سی یا حالا از طریق قرص هستش یا از طریق آب پرتقال یا خود پرتقال بتونین بخورین، ویتامین سی بدنتون رو ببرین بالا. با آب نمک بتونین قرقره بکنین و میتونین بعضی اوقات اگه چرک گلو زیاد نباشه از طریق آب نمک قرقره کردن اون چرک گلو رو به این ببرین. و اون اسپریایی که قبلا بهتون گفتم، اسپریایی مثل همون نتی پات یا همون هایدروسنتی که گفتم برای کیپ بینی، برای سینوزیت خیلی کمک میکنه اگه نمیتونین دارو استفاده بکنین. و خیلی همون چیزایی که گفتم چیزای خونگی میتونین و بهتر توصیه میشه، خیلی پزشکا بیشتر توصیه میکنن چیزای خونگی بتونین استفاده بکنین که کمک بکنه. چند دارو دیگه هستش بدون نسخه پزشک، ولی چون عنصرهای زیادی داخل این داروها هستن میشه مثل تاینل کولد اند فلو یا چند تا دارو دیگه مثل بنلین آل ان وان، اینا همه داروهایی هستن که اوور دی کانتر هستن و حتما باشون آشنا هستیم، ولی چون عنصرهای زیادی دارن توش و بعضی از عزیزان بالاخره مریضی‌های دیگه‌ای دارن مثل دیابت یا فشار خون نمیتونن این داروها رو مصرف بکنن، حتما باید با پزشک مراجعه بکنن یا حتما با داروساز مراجعه بکنن که بتونن دارو درستی رو بهتون بگم. برای مثلا کسایی که دیابت دارن داروی به نام بنلین هستش، ولی خب شکر کمتری توش داره که کمک بکنه بهشون زودتر خوب بشن و دیابتشون هم اثر تو دیابتشون هم نداشته باشه. خیلی کارهای قدیمی خیلی از قدیما میکردن برای بین بردن سرماخوردگی، حالا من داروها رو بهتون معرفی کردم، ولی یه نکته جالب اینه که سیر خیلی کمک میکنه باکتری رو از بین ببره بکشه. در زمانهای قدیم میگرفتن سیر رو ریز ریز میکردن تو آب میریختن میخوردن و این باعث میشد سرماخوردگی زودتر برطرف بشه. حتی یه ذره سرکه تو آب گذاشتن یا لیمو، آب لیمو تو